خانم آقایان، بینندگان ارجمند، سلام گرم به شما. امیدوارم خوب و خوش باشید و انشالله روزی در سطح دنیا صلح برقرار بشه. سلام به خانم دکتر نشاط، حال سرکار شده، شما خوب هستین؟ سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز هر جای دنیا که هستین، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من خیلی خوشحالم که امروز به موقع تونستم با اون وضعیت بارون خودمو برسونم. بسیار عالی. به هر حال من خدمت بینندگان عزیز شاید یکی دو بار توضیح دادم، مسافتی رو که خانم نشاط طی میکنن تقریبا روزهای عادی، ساعت‌های عادی یه ساعت ربعه، ولی در روزهایی که خب ایشون این موقع در تلویزیون باشن دو ساعت رانندگی میکنن. یعنی اینی که اشاره میکنم منت میذارن به موقع میام منظور اینی که تمام تلاشمو میکنم. نه خب اونی که تقدیر داره، ولی خب ما این دو سه روزه فردان همچون ادامه خواهد داشت، یک بارون به شدت عرض کنم حضورتون داشتیم و داریم و اصلا همچی چیزی سابقه نداشته. این خانم نشاط هم که امروز داشتن از همین منزلشون حرکت میکردن به این سمت، یک ویدیویی رو در ماشینشون گرفتن که شتاب بارون رو داره نشون میده، که اگر فریبا جون لطف کنن این ویدیو رو که حاکی از شدت باراندگی هستش رو، بله ملاحظه میفهمید، این شما خودتون توضیح بدید این کجای 4 و 5 یا 5 یا 5 هست و شدت بارون انقدر زیاد بود تو فیلم بعدی خیلی زیاده، وحشتناک بود، یعنی اصلا برفا کنه ماشین کلا کار نمی کرد. یعنی انقدر سری بود که نمیتون جا میموند. خیلی خوب، انشالله که البته ما عرض کنم که حوادث مختلفی رو داشتیم، سیلای عجیب غریبی بعضی از شهرها اومده، حتی ماشینا رو برده و به هر حال در مسیر خبرها حتما قرار دادیم، انشالله که به خیر بگذره. البته یه چیزی من بگم، فعلا ما در امنیت و امن امان هستیم. الان خانواده من اینو میبینن میگن تو چرا به ما نگفتی؟ نه هیچ خبری نیست. خب سیل اومده ولی جاهای دیگه سمت ما نیومده. سمت ایشون نیومده. سمت من نیومده. خاطرتون راحت باشه. مامان بابا راحت باشی. خب بپردازیم به رویدادهای گوناگون در سراسر جهان. یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا مسئولیت قضایی ترامپ از پیگرد قانونی به دخالت در نتایج انتخابات 2020 را رد کرد. این دومین حکم مرجع قضایی آمریکا در چند ماه اخیر است که استدلال وکلای آقای ترامپ مبنی بر اینکه او در مقام رئیس جمهوری در آستانه هنگام یورش گروهی از هوادارانش به ساختمان کنگره در روز ششم ژانویه 2021 مسئولیت قضایی داشته است را رد کرد. صدور این حکم در این حال میتواند زمینه را برای درخواست تجدید نظرهای دیگر در این احکام و کشاندن قضاوت نهایی در این پرونده به دیوان عالی آمریکا را فراهم کند. خب من میخوام در مورد یحیی سنوار صحبت بکنم که فراریه و دیگر رهبری اقدامات نظامی حماس را بر عهده نداره. گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که یحیی سنوار رهبر نظامی حماس در نوار غزه از یک مخفیگاه به مخفیگاه دیگر می رود و دیگر رهبری نظامی این گروه را بر عهده ندارد. اسرائیل سنوار را متهم می کند که طراح حمله 7 اکتبر به اسرائیل است. به گفته گالانت سنوار دیگر نه جنگ حماس را رهبری می کند و نه فرماندهی نیروها را بر عهده دارد، بلکه تنها نگران بقای شخصی خودش است. به گفته گالانت سربازان ارتش اسرائیل اطلاعات مهمی را در مکانهایی که سنوار اخیراً در آن بوده پیدا کردند. بله. و اما درگیری در مرز اسرائیل با لبنان نگرانی گسترش از جنگ به رفع است. بر اثر حملاتی که از سوی لبنان به شهر مارگالیوت در مرز شمالی اسرائیل، دو سرباز اسرائیلی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. سازمان ملل متحد نسبت به گسترش نبردها در این شهر در جنوب نوار غزه در مصر هشدار داده است.
خب من میخوام در مورد بایدن و ترامپ صحبت کنم. بله. و همونطوری که میدونین بالاخره انتخابات ریاست جمهوری امریکا رو در پیش داریم. بله. رقابت های مقدماتی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا رسما تمام نشده، اما با توجه به اینکه نیکی هلی راهی برای پیروزی در پیش ندارد، تصویر دو رقیب اصلی در مرحله نهایی انتخابات روشن‌تر شده. هنوز چند ماه تا برگزاری همایش ملی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مانده است، جایی که هر دو حزب رسما نامزد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند. اما به نظر می آید از همین الان تکلیف نامزدهای انتخابات 2024 روشن است. رقابت میان جو بایدن و دونالد ترامپ در تاریخ معاصر بی سابقه خواهد بود، چون برای اولین بار رئیس جمهور فعلی با رئیس جمهوری رقابت خواهد کرد که در انتخابات قبلی جای او را گرفت. بله. و اما خبر بعدی در ارتباط با 550 کاندیدا شاه کلید انتخابات اسفند 1402 می شوند. تصمیم آخر در ارتباط شورای نگهبان است. خبرهای رسیده به خبرگزاری خبر آنلاین حکایت از آن دارد که شورای نگهبان در چند روز باقی مانده تا پایان زمان بررسی اعتراضات کاندیداها بررسی پرونده هایی را در دستور کار دارد که 550 پرونده می تواند فضایی متفاوت را در انتخابات پیشرو قدم رقم بزند. در واقع شاه کلید مشارکتی و رقابتی شدن انتخابات در همین شرایط فعلی که بسیاری از شهرهای شاخص وارد عرضه کاندیداری نشدند، تصدیق 550 کاندیداست که تا این لحظه پشت گیت شورای نگهبان مانده. خب در مورد ساختمان لوکس وزرا میخوام صحبت بکنم. ساختمان لوکس وزرا پیام بانک مرکزی به سوداگران ارز. مرکز مبادله ارز و طلای ایران از زیر مجموعه های بانک مرکزی در یکی از گرانترین و خاص‌ترین ساختمان های اداری کشور مستقر شده تا به سوداگران بازار طلا و ارز پیام دهد هر چقدر هم که سهم بیشتری از این بازار در اختیار بگیرند، فرصت بیشتری در بازار مستغلات و ملک خواهند داشت. البته این از شاهکارهای آقای رئیس بانک مرکزی فعلیه. و در همین رابطه هم اجازه بدید که بگم که مجوز فعالیت بانک ملی در عراق ابطال شد. بانک مرکزی در عراق فعالیت بانک ملی را به دلیل تحریم‌های ابطال کرد و در پی سفر مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا به بغداد 8 بانک عراقی از تراکنش با ارز دلار منع شدند و آمریکا می‌خواهد مانع از دسترسی ایران به ارز دلار شود. خب سرطان یک بیماریه که تقریبا برای همه آدم‌ها آشنا هست. متأسفانه بله. و 4 فوریه یا همون 15 بهمن روز جهانی مبارزه با سرطان بودش. هست. بله. بود که گذشت و به همین مناسبت ما یه نگاهی میندازیم به سرطان‌های شایع در ایران که نکته مهمش اینه که سرطان‌های رایج مثل سرطان پستان و روده امکان پیشگیری و تشخیص زود هنگام هم دارن. شایع‌ترین سرطان بین مردان ایرانی به تفکیک استان‌ها اولش سرطان معده است، بعد سرطان پروستات. البته سرطان معده در خراسان شمالی زنجان هست و سرطان پروستات در تهران، یزد و فارس، سرطان روده بزرگ در سمنان، تهران، یزد، سرطان مثانه در آذربایجان شرقی، یزد، کرمان و سرطان ریه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کرمان هستش. که شایع‌ترین سرطان بین زنان ایرانی به تفکیک استان هم سرطان پستان که در سمنان، تهران، یزد، سرطان روده بزرگ در سمنان، تهران، یزد که مساوی هستن، سرطان معده در آذربایجان شرقی و اردبیل و آذربایجان غربی و زنجان، سرطان تیروئید در چهارمحال و بختیاری، یزد، کهگیلوی بوی رحمت و سرطان خون در اصفهان، یزد و اردبیل هستش. با تشخیص زود هنگام، یعنی با چک کردن، حتما میتونن بینندگان عزیز یا هر کسی که هست میتونه بره پیشگیری بکنه، چون خیلی همونطوری که گفتم خیلی از بیماریات با تشخیص زود هنگام میتونیم
جلوشو بگیرید. یه سری از بیماری ها، یه سری از سرطان ها اصلا خوشخیم هستن. خوشخیم بودن یا بدخیم بودن من یه توضیح بدم. خوشخیم بودن یعنی اینکه اگر اون بافت برداشته بشه آثار و آسیبی به بافتای مجاور خودش نمیزنه. ولی وقتی که بدخیم باشه، خیلی ها شنیدین به زبون عامه، وقتی که یه کیست غده سرطانی رو باز میکنن متاستاز میده و پخش میشه در بافتای اطرافش. ولی چک کنین حتما، این چکاپ سالانه رو حتما حتما دست کم نگیرین، چون خیلی کمک میکنه به آینده شما و سلامتتون. البته میدونید که این بیماری فقیر و ثروتمند نداره. همچنان که چارلز، البته اول گفتن که سرطان، پادشاه انگلستان گفتن سرطان، میرن برای درمان پروستات، ولی مشخص شدش که ایشون هم دچار سرطان شدن. و اما خانم بریم سر، عرض کنم حضورتون، یک شما خبر بفرمایید، اون خبر خواهش می‌کنم. بله، انتشار تصاویر غیر اخلاقی منتسب به کاندیدای مجلس شورای اسلامی یاسر دقیقی. کار تکنولوژی روز است، در انتخابات شرکت کنید. پس از انتشار تصاویر غیر اخلاقی منتسب به فردی که گفته می‌شود پیشتر رئیس پلیس امنیت عمومی آستارا، این فرمانده ارتش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و کاندیدای کنونی مجلس شورای اسلامی، در یک استوری اینستاگرامی اعمال خود را تکذیب و تصاویر منتشر شده را تکنولوژی روز دانست. یاسر دقیقی در واکنش به این اتهام در یک استوری اینستاگرامی مدعی شد فیلم کذایی منتسب به او با تکنولوژی روز ساخته شده و سازندگان به سزای اعمال خود خواهند رسید. خب قبل از اینکه خبرها رو پی بگیریم ادامه بدیم، عرض کنم که اجازه بدیم بریم به خرید هفتمون یا خرید روزمون در ایلاد مارکت، این سوپرمارکت نمونه که 40 و چند سال از سابقه و فعالیتش میگذره. طراوت و تازگی و قیمتهای خداپسندانه در این سوپرمارکت نمونه هست و میدونید که مورد تایید کانال های CNN فود چنل هم قرار گرفته. ایلاد مارکت، اگر تا حالا خرید نکردید بد نیست یه سری به این سوپرمارکت نمونه بزنید. همه می دانند که ایلاد مارکت در کیفیت و قیمت یک سوپرمارکت پیشتاز است. رفاه اقتصادی شما در هر شرایطی همیشه مد نظر مدیران این سوپرمارکت قدیمی و مطرح بوده و خواهد بود. طراوت و تازگی در میوه و سبزیجات و کلیه مواد غذایی در ایلاد مارکت همچنان حرف نخست را می‌زند. لس آنجلس تایمز، کانال CNN و فود چنل، سه رسانه مطرح آمریکایی، ایلاد مارکت را به عنوان یک سوپرمارکت ایدئال خاورمیانه ای معرفی کردند. رضایت شما در این سوپرمارکت بر هر سودی ارجحیت دارد. ایلاد مارکت در 87 سی وست پیکو بولوارد. تلفن 310-659-7070. 310-659-7070. و اما درآمدهای کانال سوئز به دلیل حسیاب به نصف کاهش یافت. به دنبال حملات شبانه نظامیان یمنی به کشتی‌ها در دریای سرخ، شرکت‌های بزرگ کشتیرانی مجبور شدند از این آبراه اجتناب کنند و بدین گونه درآمد کانال سوئز متعلق به مصر در ماه ژانویه سال جاری در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تقریباً به نصف کاهش یافت. کانال سوئز که در شمال دریای سرخ واقع است، کوتاه‌ترین مسیر دریایی میان آسیا و اروپا و یک منبع مهم ارز خارجی برای مصر است. این کشور در سال 2023 از عوارض تردد کشتی‌ها حدود 10 میلیارد و 250 میلیون دلار درآمد کسب کرده بود. خب به جمالتون، خب یه هنرمندی اومده پوستر مسیح رو کشیده، ولی انقدر خوشتیپ کشیده و بدون نقص کشیده که همه صداشون در اومده. دقیقاً. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که این پوستر که توسط سالو گارسیا کروز، هنرمند شناخته شده بین‌المللی شهر سویل طراحی شده، عیسی مسیح را با چهره عادی نشان میده.
بدون تاجی از خار، بدون صورتی رنجور و بدون زخم‌های کوچک روی دست‌ها و قفسه سینه. آنطور که معمولاً در شمال‌های مذهبی یا نقاشی‌های تاریخی به تصویر کشیده شده. این پوستر توسط شورای عمومی برادران ایمانی شهر سویل برای راهپیمایی‌های مذهبی معروف و بسیار محبوب هفته مقدس مصائب مسیح سفارش داده و تصویب شده. با این حال به محض پرده برداری از آن در هفته گذشته انتقادها از آن در رسانه‌های اجتماعی آغاز شده و بحثی در مورد چگونگی ترسیم مسیح بین کاربران در گرفت. بسیاری آن را شرم‌آور، نامناسب، بیش از حد زیبا، مدرنیستی و خارج از سنت عید پاک سویل خواندند. مخالفان کارزاری برای جمع‌آوری این پوستر شروع کردند که تا کنون نزدیک 14,000 نفر در سراسر کشور به آن پیوستند. بله بله. و اما بریم به سری بزنیم به رستوران های 5 ستاره صدف با مدیریت خانم صدف سالوت. این رستوران های 5 ستاره صدف انقدر مورد توجه عزیزان ما قرار گرفته که حد نداره و عزیزانی که از سفرهای دیگر، یعنی در واقع از حتی خارج از امریکا برای ویزیت میان به لس آنجلس، حتما سری به رستوران های صدف در انسینو و تازونوکس میزنم. رستوران های صدف با مدیریت خانم صدف سالوت هستن که میدونید که ایشون هم یک روانپزشک هستن، ببخشید یک روانشناس هستن و همچنین در زمینه بیزینس دکترای خودشون دارن. بنابراین با مدیریت خانم صدف سالوت این دو رستوران همچنان می‌درخشند، رستوران‌های 5 ستاره صدف در انسینو و همچنین تازونوکس. و همطور که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید، فضای جدیدی در این رستوران صدف انسینو برای شما ساخته شده، دیزاین شده. در نتیجه برای اینکه بتوانید از کیترینگ و یا مهمونی‌های مختلف استفاده بفرمایید، در وی آی پی 35 نفره رستوران صدف میتونید از محسنات و ویژگی های خاص این رستوران استفاده کنید. خب ملکه زیبایی اوکراین چیکار کرده؟ ملکه زیبایی اوکراینی تبار ژاپن به علت رسوایی رابطه با یک مرد متأهل تاج خود را پس داد. کارولینا شینو 26 ساله که همین دو هفته پیش انتخاب او به عنوان ملکه زیبایی ژاپن مناقشه برانگیز شده بود، پس از آنکه یک روزنامه زرد ژاپنی رابطه او با یک مرد متأهل را علنی کرد، ضمن عذرخواهی تاج و عنوان خود را پس داد. خانم شینو همچنین از طرفداران خود و اسان عمومی عذرخواهی کرد و گفته رفتار اولیه او ناشی از ترس و استرابی بوده که پس از انتشار گزارش بر او حاکم شده بود. من واقعا متاسفم که باعث دردسر بزرگی شدم و همچنین به آنهایی که حامی من بودن خیانت کردم. ببینید من چون تجربه این قضیه رو دارم، می‌خواستم ببینم، اینو همه می‌خواستم از شما بپرسم، این در مراسم کاندیدای زیبایی فقط به خاطر سنت ها در ژاپن هستش که یه همچین چیزیه، یا میتونه اگه فرد بفهمه یه همچین اتفاقی در مرکه های زیبایی فستیوال دیگه پیش بیاد، یه ممکنه یه همچین اتفاقی 100%. یعنی فقط این نیست که مربوط به ژاپن باشه، شما یه سری آپشن ها هست. شما وقتی که ثبت نام میکنین برای این مسابقه، برای این مسابقه یا کامپتیشن، اول از همه رزومه کاریتون رو میخوان. بعد اینکه وقتی که یه سری رزومه کاری با برندهای خیلی معروف که کار میکنین، شما میتونین وارد بشین، ولی چند تا فیلتر داره. یکی از همین فیلترها کارهای عامل منفعیه که برای خدمت به جامعه انجام دادین، برای بشریت. یکی از این کارهای، یک آپشن دیگه‌اش که بتونین مرحله رو پاس بکنین، سوالات روانشناسیه که شما در صورت برنده شدن تاج چه خدمتی میخواین به جامعه بکنین. یعنی خیلی براشون مهمه که تو فقط تاج رو برنده نشی، شما چه خدمتی میخواین به مردم بکنی. و یکی دیگه این که شما توی اجتماع، چون به عنوان الگو قراره
قرار بگیرین باید خیلی زندگی درستی داشته باشین. مثلا به عنوان یک شخصی که یک زندگی درست داره، خب نمیره قطعا با یک فرد متأهل دوست بشه، یعنی این یه الگوی بد برای جامعه است. بله. پس قطعا این عنوان رو ازش میگیرن که این به حال ایشون هم رفته عذرخواهی کرد. و وقتی هم که شما ملکه میشین و تاج رو میگیرین، تی اون یک سالی که عنواندار هستین و تاج رو دارین، شما باید به جامعه خدمت بکنین. با. باید یه سری کارهایی که برای پیشبرد اهداف حالا خانم ها هست. با. بیشتر چون میگن شما خانمین، برای خانم ها کمک به کودکان کار و اینا باید حتما انجام بدین. بسیار من توضیح. ترجیح دادم، خیلی سعی کردم. مرسی مرسی، توضیح کامل خوبی بود. و حال این خانم اوکراینی چون با یک آقایی که متأهل بوده رابطه داشته و علنی شده این به اصطلاح رابطه ایشون، تاج ملکه زیبایی خودشو پس داده و از مردمم عذرخواهی کرده. و اما یه خبر خیلی خوبی که الان در انتهای خبر مشخص خواهد شد، باعث خوشحالی من شد، خیلی هم خوشحال شدم، در ارتباط با مراسم جوایز گرمی امسال با درخشش زنان هنرمند برگزار شد. نکته مشهود در گرمی امسال حضور پررنگ زنان بود، چنانچه اصطلاح سال زنان که پیشتر به 1998 و برنده شدن تعداد زیادی هنرمندان زن از جمله لارن هیل و سلین دیون اشاره داشت. بارها تکرار سلین دیون خانوم ها آقایون همه اشاره کرده بودن که متاسفانه دیگه نمیتونه بخونه. بله. دیگه از بازار هنری کنار رفته، ولی خیلی جالب بوده، همه رو سورپرایز کردش سلین دیون با همین لباسی که الان ما لازم میفهمید بر روی پرده آمده بود به اصطلاح جایزه چیزو بده، اسمش خانم تیلور سویفت. بله خانم تیلور سویفت رو بهش بده به خاطر آلبومی که داشت. دقیقاً. ولی من خیلی خوشحالم که این سلین دیون اومده. من خیلی دوستش دارم. خیلی خیلی منم خیلی خوشحالم، خبر بسیار خوبی بود. اما قبل از اینکه شما یه خبر دیگه ای رو اشاره کنیم، بله بله فریبا جون هم اینم، بله خانم سلین دیون رو می‌بینیم که آمده بود، همونطور که نشاط گفت که این جایزه خانم تیلور سویفت رو بهش بده. بسیار خبر خوبی بود. و اما اجازه بدید که برویم سراغ خانم مینا پورنگ. خانم مینا پورنگ همه رو صاحب خانه کرد. شما چه میخواین خانتون رو خانه بخرید یا خانه خودتون رو بفروشید و یا یک وام ناب به اصطلاح دستیابی بهش داشته باشید، این خانم مینا پورنگ. خانم مینا پورنگ 45 سال در این زمینه فعالیت داره. خیلی ها هستن ولی مینا پورنگ نمیشن. مهم اینه که شما در این راستا، در این ارتباطی که سالیان سال با خانم مینا پورنگ برقرار کردید، حسن نیت ایشون رو نسبت به خودتون و دیگر عزیزانی که شاهد بودن عرض کنم که مشخص شده. بنابراین با مینا پورنگ تماس بگیرید و آسوده خانه مورد علاقه خودتون رو خریداری کنید یا آسوده خانه‌ای که می‌خواهید بفروشید و تبدیل به اثر کنید با مینا پورنگ تماس کنید. وام مورد نظر شما هم در دست مینا پورنگ. 40 سال در گذر عمر با اندوخته از تجربه و تخصص با مینا پورنگ. سلام، مینا پورنگ هستم. من در 40 سال گذشته به صورت متداوم در خدمت هموطنان عزیزم در رابطه با خرید و فروش ملک و گرفتن وام‌های مسکونی و تجاری بودم و خیلی خوشحال میشم که در زمان حال که دنیا در حال تغییر هست در خدمت شما باشم که بهترین سرمایه گذاری رو در امریکا انجام بدیم. متشکرم. ما پایبند به سلیقه و خواسته ایرانی هستیم. برای خرید خانه بهتر، برای فروش بهتر خانه و برای گرفتن بهترین وام با مینا پورنگ. تلفن ها 949-552-6060 و 310-20-3-616. خب ایتالیا میست که یه مجوز داده. آره، پیشنهاد حبس و 1000 پوند جریمه برای در مورد بریتانیا من صحبت کنم. برای معترضانی که از بنای یادبود جنگ در بریتانیا بالا می روند.
معترضانی که از بناهای یادبود جنگ در بریتانیا بالا می روند ممکن است با زندان و جریمه 1000 پوندی روبرو شوند. به گزارش دیلی میل، جیمز وزیر کشور بریتانیا گفت که اقدامات جدید شامل 3 ماه حبس و جریمه برای مجازات اقلیتی کوچک است که به کسانی که بهای نهایی آزادی اعتراض را پرداختند توهین می کنند. جیمز تاکید کرد اعتراضات مسالمت‌آمیز در کشور ما یک حق اساسی است، اما بالا رفتن از بناهای یادبود جنگ توهین به این بناها و یادبودها است و نمی‌تواند ادامه یابد. این تصمیم پس از آن اتخاذ می‌شود که در نوامبر گذشته تصاویری از تظاهرکنندگان حامی فلسطینیان در حال بالا رفتن از بناهای یادبود توپخانه سلطنتی در لندن مشاهده شده و خشم عمومی را برانگیخت. بله، و اما بریم ایتالیا خانم آقایان. بله. خبر جدید، ایتالیا مجوز تولید آرد جیرجیرک رو برای مصرف انسان صادر کرد. واویلا. یک شرکت ایتالیایی به عنوان اولین شرکت در این کشور موفق به دریافت مجوز تولید غذاهای حاوی آرد جیرجیرک برای مصرف انسان شده است. از سال 2020 شرکت نوروسینک میلیون ها جیرک را در کارخانه خود پرورش داده و پس از حرارت دادن و پود کردن آن را به صورت آرد منجمد کرده در آورده است. به گفته مدیرعامل این شرکت، هم این آرد شبیه دانه های کدو تنبل، فندق و همچنین کمی مانند میگوز. اتحادیه اروپا در اوایل سال 2023 فروش برخی حشرات از جمله جیرجیرک، ملخ و لارو و سوسک شبرو را برای مصرف خوراکی انسان تایید کرد و این هم باعث شد دولت ایتالیا در مورد ماهیت محصولات غذایی این کشور دچار نگرانی شده و یک رشته مقررات پیشنهادی را به تصویب برساند. چی جیره داشت؟ بله، واقعی اکوسیستم رو قشنگ دارن به هم میزن. دقیقا. خب شما در مورد جراحی زیبایی رنگ، تغییر رنگ چشم چیزی شنیدین؟ بله، من خیلی تو سوشال مدیا دیدم و خیلی هم خوشحالن از این قضیه، در صورتی که کسایی که این عمل رو انجام دادن در اکثر موارد 50% بینایی چشم راست و 80% بینایی چشم چپشون رو از دست دادن. من واقعا نمیدونم چه تأثیری داره این تغییر رنگ چشم که بخواین اینقدر سلامت خودتون رو به خطر بنداز. من واقعا اصلا کورم کن خوشگلم. آره حالا کورم کن خوشگلم. ولی من خودم به شخصه به خاطر یه تجربه خیلی بدی که دارم، یه بار تینیجر که بودم لنز تو چشمم پاره شد و نزدیک بود که کورشم. برای همین تصمیم گرفتم که تا عمر دارم لنز استفاده نکنم. ولی خواهش میکنم ازتون، اگر حتی میخواین رنگ چشمتون تغییر بکنه، حتی میتونین برین لنزای خوب و درجه یک بگیرین برای تایم کوتاه استفاده کنین، ولی نرین که عمل تغییر رنگ چشم انجام بدین به خاطر اینکه به قیمت از دست دادن بینایی آدم هاست. یعنی واقعا شما حاضرین کورشین ولی رنگ چشمتون مثلا آبی شه یا سبز شه. حتی سخنگوی آکادمی چشم پزشکی آمریکا هم گفته ما هیچ اطلاعی از این قضیه نداریم و بنابراین این عمل جراحی که در بعضی از کشورهای دیگر انجام میگیره، خلاص خانم آقای مراقب خودتون باشین که عوارض جانبی وحشتناکی داره. و اما اجازه بدید بریم سراغ، عرض کنم حضورتون، محصولات پرمصرف غذایی صدف. مصرف صدف، محصولات غذایی صدف بی‌نظیره. کمپانی است که 50 سال در صحنه درخشیده. کمپانی است که انواع مواد غذایی رو در دسترس شما قرار میده. محصولات غذایی صدف همتا نداره. با محصولات غذایی صدف زندگی خودتون و اطرافیانتون و فامیلتون رو حفظ کنید، سلامتیشون رو. و میدونید که محصولات غذایی صدف مورد تایید اداره دارویی و بهداشت آمریکاست. دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن،
از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. بله، بفهمید. خب هوش مصنوعی که همونطور میدونین صدای اکثر خواننده هایی که فوت شدن رو شبیه سازی کرده، ولی الان بیشترین نگرانی بر اینه که نوازندگان ممکنه کارشون رو در آینده 2028 از دست بدن یا خیلی درآمدشون کاهش پیدا بکنه. بیش از 70% نوازندگان فرانسوی و آلمانی از تاثیر هوش مصنوعی بر زندگیشان نگرانن. بر اساس یک نظرسنجی که از سوی انجمنهای موسیقی فرانسه و آلمان انجام شده، بیش از 70% نوازندگان و موسیقیدانان از تأثیر هوش مصنوعی بر تأمین زندگی روزمره خود نگران هستند. بر اساس این نظرسنجی که بیش از 15,000 نفر در صنعت موسیقی فرانسه و آلمان شامل آهنگسازان، نوازندگان و ناشران موسیقی در آن شرکت کردند، 71% از پاسخ دهندگان گفتند که نگرانند هوش مصنوعی باعث شود دیگر نتوانند در آینده مخارج زندگی خود را تأمین کنند. بله، خیلی حاضره. هوش مصنوعی داره تأثیرات خودش رو در همه موارد میگذاره، انشالله به خیر میگذاره. و اما بهترین شیوه شستن لباس زیر، شورت را در دمای 60 درجه سانتیگراد بشویید تا از نابودی کامل باکتری ها اطمینان حاصل کنید. چند وقت یک بار لباس زیر خود را میشویید؟ با چه دمایی شورت های شستی میشورن؟ بر اساس نظرسنجی جدید شرکت سایرس، ظاهراً 76% از آنها، یعنی بریتانی ها، شورت خود را در دمای کمتر از 40 درجه سانتیگراد میشویم. هدف آنها از این اقدام صرف جویی در مصرف انرژی است. اما به گزارش هافینگتون بیچ، همین برخش هافینگتون پست، یاد هانتینگتون پیچ خودمون بله. بله، اما به گزارش هافینگتون پست، آثار میکروبا فقط در صورتی از روی شورت تمیز می شود که در دمای بالای 40 درجه سانتیگراد شسته شود. حتی یک شورت تمیز و شسته شده هنوز به طور متوسط 1.2 گرم ببخشید میکروب دارد و می تواند با 10 گرم از آن را در خود جای دهد. اما کارشناسان ویرپول اینگونه راهنمایی کردند که آیا هر چند وقت یک بار باید لباس زیر را شست. اشاره کردن پیراهن و بلوز بعد از 1 یا 2 بار پوشیدن، شلوارها بعد از 2 تا 3 بار پوشیدن، شلوار جین بعد از 4 تا 5 بار پوشیدن، گرمکنها اگر زیر آن لباس دیگری می پوشید حد اکثر پس از شستن با پوشیدن، و اگر به تنهایی پوشیده می شود پس از 1 بار تا 2 بار پوشیدن است. کت و شلوار، کت، ژاکت بعد از 5 یا 6 بار پوشیدن، لباس ورزشی بعد از 1 بار پوشیدن، لباس خواب بعد از 2 تا 3 بار پوشیدن هسته. خب یه سوال دارم از شما. که مواد شوینده؟ بله، مواد شوینده بهتره یا قرص؟ نه اون پودرش خوبه یا مایش یا قرصش؟ پودرش مایش بهتر از قرصه. بله، چرا؟ به خاطر اینکه ماشین رو صدمه نمیزنه و قرص متراکمتره. این چیزای جامد که به صورت رنده شده هستن یا پودر یا مایه بهتره. ولی سعی کنین برای اینکه لباساتون عمر بیشتری بکنن یه کمی پول بیشتر بدین، جنس با کیفیت بگیرین، چون همین قرصا و همین مواد شوینده خیلی تاثیر میذاره رو الیاف لباس. دقیقاً، حتی بعضی هم که در سیفونشون از این قرصا میندازن برای رنگ، اون آسیب میزنه به کل مواد شوینده و عرض کنم که خود سیفون و یه روزی فکرشو جوانش. خب یه روزی فکرشو میکنه انگوش کردن تو بینی باعث بشه که خطر ابتلا به آلزایمر افزایش پیدا بکنه؟ نه، نمیدونستم، ولی تازگی فهمیدم. بله، التهاب عصبی که یکی از عوامل تاثیرگذار توی آلزایمر هست، از طریق باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها از طریق بینی و مجاری بویایی وارد مغز میشن. پژوهش‌ها حاکی از آن است که افرادی که مدام انگشت خود را داخل سوراخ بینی‌شان می‌کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند.
این گزارش جدید که به همت محققان دانشگاه سیدنی گردآوری شده، در این تحقیق که آمده التهاب عصبی در بیماری آلزایمر میتواند تا حدی ناشی از عوامل بیماریزا چون ویروس ها، باکتری ها یا قارچ هایی باشد که از طریق بینی و مجاری بویایی وارد مغز میشوند. بله، و اما بریم سراغ موجه مصنوعی که تولید کره شمالی است ولی در غرب سر در آورده. به نوشته رویترز، موجه های تولید کره شمالی با عنوان ساخت چین به فروشگاه های محصولات بهداشتی و زیبایی در سراسر جهان راه باز کرده است و به کیم جونگ اون، رهبر این کشور، کمک میکنند تا با دور زدن تحریم های بین المللی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این گزارش با استناد به گفته های نزدیک به 20 کارشناس و افراد آشنا به امور از جمله وکلای تجاری، کارشناسان اقتصاد کره شمالی و همینطور فعالان این صنعت از سازوکاری پرده برمی‌دارد که در جریان آن شرکت های مستقل در چین محصولات نیمه تمام را از کره شمالی وارد و پس از تکمیل و بسته‌بندی با عنوان کالای چینی روانه بازارهای کالا از جمله غرب به ژاپن و کره جنوبی می‌کنند. من اجازه بدید که برم سراغ یک خریدی دارم امروز. بفهمید که باید برم به کیو مارکت، تقریبون ونوون هستش و میدونید که این کیو مارکت هم من بسیار بسیار واقعا خوشحالم، به خودم میبالم که با عزیزانی داریم کار میکنیم که سالیان سال در این جامعه فعال هستن. عمر سابقه شون به بر میگرده به 40 سال 45 سال قبل. بسیار از این بابت خوشحالم که این نشون دهنده توانایی و مدیریت این مؤسسات هست که توانستن پا برجا باشن و این توانایی رو دارن که مردم رو از خودشون راضی کنن. از جمله مواردی که میتونم اشاره کنم در ارتباط با این کیو مارکته. کیو مارکت ارزانی، کیفیت، مرغوبیت، مردم داری، از هر چی که شما فکر کنین در این سوپرمارکت نمونه نهفته است. با کیو مارکت یک خرید به تمام معنا اعلا خواهی داشت. با کیو مارکت حتما راضی به خانه خود برمیگردید. کیو مارکت در خیابان ونوون نزدیک لوئیس. کیو مارکت خانه شماست. تلاقی لذت و خرید را با ما تجربه کنید. همیشه یک مورد خاص برای شما داریم. هر چیزی که تو ذهنتون هست رو ما داریم. با ما یک خرید واقعی انجام میدهیم. در کیو مارکت بگرد، پیدا کن و لذت ببر. در کیو مارکت عاشق خرید میشید. فقط با خانه شما کمی فاصله داریم. بیشتر خرید کن، کمتر پرداخت کن. تلفن 818-345-4251. آدرس ما 17261 ونوون استریت، بلبالیک. بسیار آگهی زیبایی بود، مثل همه آگهی‌هایی که در تلویزیون آی‌تی‌ان پخش میشه. خب همونطوری که میدونین زنان برزیلی به زیبایی معروف هستن. البته ده. البته این قسمت من میگم بعد از زنان ایرانی. بله. ترفندهای زیبایی زنان برزیلی که روند پیری را برعکس میکنن. راز زیبایی زنان برزیلی نسل به نسل به آنها منتقل شده و برخی از آنها حتی به صنعت زیبایی راه پیدا کردند. زنان برزیلی به زیبایی معروفند. آنها موهای نرم و سالم دارند و به ناخن‌های خود اهمیت زیادی میدن و از همه مهمتر به قدرت زیبایی طبیعی اعتقاد دارند. از آنجایی که آنها واقعا از آرایش یا جواهرات زیادی استفاده نمی‌کنند، بیشتر به روش‌هایی که نسل به نسل بهشان منتقل شده تکیه می‌کنند. وبسایت برایت سایت یا سمت روشن در مقاله ترفندهای زیبایی زنان برزیلی را که به کند شدن پیری و حتی جوانسازی منجر می شود بررسی کرده. از جمله که از جمله حالا
آب نارگیل بنوشید. نوشیدن آب نارگیل این باعث توجه قابل توجه همه خانم ها هست، به خاطر اینکه خانم های زیبایی رمز و رازشون در ایناییست که الان خدمت رو میگم. آب نارگیل بنوشید. نوشیدن آب نارگیل ممکن است در کاهش چین و چروک آبرسانی و درخشندگی پوست موثرتر باشد. عرض کنم که پوستتان را با ماسه ماساژ دهید. می توانید از ماسه مرطوب به عنوان یک درمان طبیعی برای زدودن سلولهای مرده پوست از روی دست و پای خود استفاده کنید. آب هویج بنوشید. آب هویج ویتامین سی زیادی دارد که برای تولید کلاژن مفید است و نه تنها می تواند پوست را تقویت کرده و خاصیت اعتجایی آن را افزایش دهد، بلکه می تواند از آن در مقابل آسیب های نور خورشید نیز محافظت کند. خوشگل کن منو. ماساژ لنفاوی بگیرید. این نوع ماساژ می تواند مایعات زائد را از بدن خارج کند و سیستم لنفاوی را به طور طبیعی تمیز کند. پوست و موهایتان را با آب دریا آغشته کنید. آب دریا کریستال های نمکی دارد که موها را امواج می کند و به وضوح حجم آنها را افزایش می دهد. و جلبک های دریایی را به رژیم غذاییتان اضافه کنید. جلبک خواص ضد ارتهابی و آنتی اکسیدانی دارد که می تواند سلامت کلی پوست را بهبود بخشد. علاوه بر این جلبک خاصیت رطوبت سازی نیست دارد و می تواند از بروز آکنه پیشگیری کند. شکر قهوه‌ای را به عنوان لایه بردار فیزیکی صورت و بدن استفاده کنید. شکر قهوه‌ای می تواند لایه بردار خوبی برای پوست باشد، از آنجا که به اندازه نمک اپسوم برای پوست خشن نیست و افراد با پوست حساس نیست می توانند از آن استفاده کنند. اما اجازه بدید که من یک موردی رو میخواستم خدمت رو عرض کنم. یه شماره تلفنی هست که فریبا جانم رو تلفن رو پرده ظاهر میکنن. یک خانومی رو عرض کنم که جهت نگهداری، یک خانومی که 90 سالشون هست، به ایشون ساکن لاس وگاس هستن، دارن از خانومی دیگری دعوت میکنن که در این برای مراقبت ایشون ازشون میخوان که اگر مایل هستن با توجه به اینکه ساکن خانه خواهند شد یه مقرری ماهانه هم دارن برای اینکه از این شرایط اطلاع بیشتر کسب کنید، میتوانید با تلفنی که روی پرده هست 702-498-8279 تماس حاصل فرمایید. همونطور که عرض کردم یک خانمی هستن 90 ساله به یک خانم دیگه نیازمند هستن که دوتای همدیگر حال همدیگر رو خوش کنن. تلفنشون کد 702-498-8278 هستش. اما اجازه بدین چون ما قبلی میخواییم راجع به چایی بنوشید صحبت کنید، من برم از فریبا عزیز خواهش کنم که بریم در تلگرام. میبینید در ایران خیلی ها در ارتباط با مسئله سلطان بوده، سلطان جواهر بوده، سلطان فلان بوده، سلطان بوده، خیلی سلطان بوده، سلطان زیاد بوده. حالا من سلطان لباس بودم. شما سلطان لباس بودی؟ جدی؟ چون یه سال فرمیدیم دیگه. حالا ببینیم این روستایی چقدر قشنگ داره راجع به سلطان بودن خودش صحبت میکنه، در واقع داره طعنه میزنه. فریباجو خواهش میکنم. اکبر حاجی جمهوری هستم، خوشحال هستم در اینجا که به عنوان سلطان خر ایران در ایران مطرح شدم. باعث افتخار خودم هست. شهرستان گنابادم حداقل امیدوارم که بعضی از مسئولینشون یه مقدار فکرشون باز بشه. در سال 94 کارو شروع کردیم، متاسفانه تا حالا هیچ همکاری نبوده. بعد چندین سال که پیگیری بودیم، هم صندوق بیمه شهرستان گنابات، هم بانک کشاورزی واقعا سنگ تمام رو گذاشتن و همکارا هم توی استان برای اولین بار توی ایران بحث کلاب گذاری الاغ در روستای حاج‌آباد شهرستان گنابات امروز به نتیجه رسید. خودش طعنه زد. سلطان خره. یه چیز کوچولو بگم. بفهم. من بچه که بودم مثلا فکر کنم ابتدایی نبودم، من عاشق این بودم که کره خر بخرم. خب بعد یکی از فامیلامون میگفت که یه جا هست میفروشه 1500 تومان، بعد کوچولوه. بعد میگفتم خب من اگه بخوام برم شهرمون، مثلا فاصله داشتیم با هم دیگه، بعد میگم بخوای بری شهرت چیکار میکنیم؟ گفتم با همون میرم. خانم برنامه رو با یه چای تموم کنین. بله، برای کند کردن روند پیری چای بنوشین.
پلی‌فنل‌ها ماده فعال زیستی موجود در چای احتمالاً در تنظیم سیستم ایمنی، سوخت و ساز و عملکرد شناختی نقش دارند. بر اساس پژوهشی که در دانشگاه چین انجام شده، نوشیدن 3 فنجان چای در طول روز می‌تواند طول عمر را افزایش دهد. دانشمندان در این پژوهش روی 5988 بریتانیایی 37 تا 73 ساله و همچنین 7931 نفر در چین که سنشان بین 30 تا 79 سال بود مطالعه و بررسی کردند. به گفته محققان نوشیدن حدوداً 3 فنجان چای یا 6 تا 8 گرم برگ چای در روز ممکن است مشهورترین مزایای ضد پیری را عرضه کنند. طبق نتایج محققان مصرف متوسط چای در میان مصرف کنندگان دائمی این نوشیدنی قوی ترین فواید ضد پیری را به همراه داشته و در کسانی که نوشیدن چای را متوقف کردن نشانه پیری افزایش یافت. خیلی ممنونم. در مورد قهوه هم گفتن آقا قهوه رو شکم خالی نخورید، ولی ما میخوایم این خبر رو از فریبا از خواهش کنم. 640 ویلای آقازاده در نوشهر خراب شد. 640 لامصب. عرض کنم یک مدیر رسانه قوه قضاییه از تخریب ویلای فرزند یک چهره اقتصادی مشهور در شمال کشور خبر داد. به گزارش میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه از صبح روز شنبه 7 بهمن یکی از مهمترین اقدامات صیانتی قوه قضاییه از محیط زیست در منطقه در شهرستان نوشهر شروع شد که زنگ خطر را برای سوء استفاده کنندگان از محیط زیست و زمین‌های جنگلی و جلگه‌ای را به صدا درآورد. روزنامه کیهان از مسئولان قوه قضاییه خواست نام آقازاده‌ای که 64 ویلایش در نوشهر خراب شده منتشر شود. به گزارش کیهان، چرا اسمای افرادی که دارای فساد اقتصادی و این چهره مشهور اقتصادی با 64 ویلای غیر مجاز فرزندانش که چند روز قبل رسانه‌ای شد را به مردم نمیگوید که مردم این افراد را بذات را بشناسند؟ اینم سلطان 64، سلطان ویلای ایران، زمین‌خوارهای ایران. خانم آقایان، این بود برنامه مجله تلویزیونی. از شما تشکر میکنم که نظارگر برنامه بودی. از خانم نشادم خیلی تشکر میکنم. سلام، یعنی سلام که نه، یک تشکر ویژه‌ای هم از فریبا عزیز کارگردان فنی برنامه دارم. تا فردا ساعت 4:15 به وقت لس آنجلس شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. شب و روزتون بخیر.